درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 9 آبان ماه همراه ما باشید. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده پیشتر به سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در سوریه حمله کرده و در صورت ادامه حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پرسنل آمریکایی، ایالات متحده برای محافظت از نیروهای خود در انجام اقدامات بعدی تعلل نخواهد کرد. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال مدنی برنده جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک یا مرگ یا حجاب اجباری قرار داده است. به خاطر نشان کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به عنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر ابهام آفرین و ناامید کننده است. وزیر خارجه نروژ امروز گفت ممکن است اسرائیل در بمباران غزه و با خاک یکسان کردن محله های شهری و کشتن هزاران فلسطینی قوانین بین المللی را نقض کرده باشد. به گفت در حالی که اسلو از حق اسرائیل در دفاع از خود حمایت می کند، قوانین بشر دوستانه نیز باید رعایت شوند. اسرائیل می گوید که شب گذشته به تبادل گسترده آتش با حماس در غزه پرداخته و عملیات زمینی هم ادامه یافته است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان می گوید نیلوفر میرزایی، فعال دانشجویی، در مراسم تشییع پیکر آرمیتا گراوند در بهشت زهرا بازداشت شده است. این کمیته امروز سه‌شنبه اعلام کرد خانم میرزایی همراه با دیگر بازداشت شدگان این مراسم به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. کانون صنفی معلمان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌های جداگانه نسبت به جان باختن آرمیتا گراوند واکنش نشان دادند و بر اعتراض مقابل مرگ دلخراش دختران و ادامه مسیر مقاومت مدنی تأکید کردند. در ادامه روند هفتگی اعتراض‌های بازنشستگان، دست کم 6 شهر ایران امروز سه‌شنبه 9 آبان صحنه تجمعات بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بود. شبه نظامیان حوثی مسئولیت حمله پهپادی امروز به شهر ایلات در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفتند. نخست وزیر حکومت حوثی‌های یمن به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله به تلافی عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس صورت گرفته است.